زندگی 5 سال گذشته من در سویدن برای من خیلی سخت بودن. واقعا مشکلات خیلی زیاد را در این 5 سال گذشته دیدم، خانوادگی، شخصی، مالی. اما همزمان اگر زندگی امروز خود من با 5 سال قبل مقایسه کنم، میبینم پیشرفت تقریبا خوب کردم، خودم از نتیجه تلاش هایم راضی هستم. ولی در 5 سال گذشته سختی های خیلی زیاد را دیدم. من فکر میکنم برای همه همین اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد که ما و شما در یک فصل زندگی میرسیم، اونجا خیلی چیزا برای ما سخت دیده میشه، دشوار دیده میشه، بعضی چیزایی که سابق برای ما یک معنی داشت اونجا نداره، ولی در واقعیت همونجا هست که شخصیت اکثریت آدم ها ساخته میشه، همونجا هست که پتانسیل واقعی اکثریت آدم ها باز میشه. چون ما و شما فقط زمانی پیشرفت میکنیم که خود ما با مشکل، با چالش روبرو کنیم. یک انسانی که همش وقت آسوده هست، راحت هست، خب رو پیشرفت نمیکنه، درسته؟ و یکی از راههایی که ما میتونیم از خوبی و بدیای زندگی ما به عنوان یک مواد سوخت برای پیشرفت بیشتر استفاده کنیم این که مسئولیت بگیریم. اگر زندگیت خوب هستن، پس کار خودت هستن. پس به این معنی که تو میتونی با زندگیت رو بهتر کنی، خودت بیشتر خوشحال بسازی. اگر زندگیت خرابه، مسئولش خودت هستی. مسئولیتش نه پدر مادرت است، نه دولتت، نه او جایی که زندگی میکنی. مسئولیت گرفتن در زندگی خیلی یک چیز مهم است. اکثریت زیاد اهمیت نمیدن، نمیدونم بهانه را میندازه به گردن پدر مادر خود که من از یک خانواده بی پول فقیر از فلان جای اومده، من نمیدونم دولت ما چطوری چی کار فلان بدانه. خب شاید در بعضی جایا خیلی شنیدنش برای مردم جالب نباشه، ولی واقعیت همی هست. اگر تو یعنی وضعیت حال حاضر زندگی تو مقصرش پدر مادرت بدانه، دولتی، کشوری، هیچ راه حلی برای وجود نداره، هیچ چیزی بهتر نمیشه، درسته؟ پس تو اینجا بیشتر حال خودت خراب میکنی، مسئولش خودت هستی. و وقتی تو مسئولیت بگیری در زندگی، ناخودآگاه یک سیگنال در ذهنت فرستاده میشه که فقط خودت هستی که میتونی یک کاری در حق مشکلات زندگیت انجام بدی. و اگر از وضعیت فعلی زندگیت راضی نیستی، فقط خودت میتونی یک کاری در حقش انجام بده. مسئولیت گرفتن خیلی یک چیزی مهم است، یک چیزی بارزش است.